سلام دوستان عزیز، خیلی خیلی خوشحالیم که یه بار دیگه ما رو به خونه هاتون دعوت کردین. امروز با یه برنامه دیگه هستیم. یه خورده لباسامون یه کم امروز تیپش یه خورده همچین کژوال تر میشه. البته بهتون بگم، خدمتتون عرض کنم که ما لباس‌های خیلی خیلی متفاوتی داریم با استایل‌های متفاوتی، ولی خب واقعا نمی‌گنجه که تو برنامه بذاریم، به خاطر اینکه خیلی زیاد هستن و از همه شما عزیزانی که علاقه‌مند هستید از در واقع این وریته لباس‌ها خبردار بشین، دعوت رسمی می‌کنیم، می‌تونید تشریف بیارید، لباس‌ها رو از نزدیک ببینید، با نهایت آرامش لباس‌ها رو امتحان کنید و انتخاب بکنید. یکی از مشکلات ما تو این روزا این هستش که در واقع ما نمیتونیم همه این چیزایی رو که داریم برای شما به تصویر بکشیم و خیلی کار سختیه، اما خب ما خیلی خوشحالیم که بتونیم خدمتگزارتون باشیم. اما برمیگردیم سر اصل مطلب. امروز میخوام یه دونه تاپ بهتون معرفی کنم. این تاپ خیلی تاپ قشنگی هستش، همونجور که میبینین کاترین جان زحمت کشیده پوشیده. این تاپ جنسش مخمل هستش و مخملی هستش که روش با در واقع حالتهای طلایی کار شده، خیلی حالت رومی و به قول معروف با این علامتهای رومی روش کار کردن که من خیلی دوستش دارم. این تاپ از پشت زیپ میخوره همونجور که میبینید و از در واقع بالاتنه با دو تا بند اجاستبل میشه که قابل تنظیمه. بالاتنه رو میتونین تنظیم میکنین. اگه میتونین کاترین جان از جلو هم نشون بدیم این تاپ قشنگ رو تو تنه، میتونید این رو در واقع با هر اندازه‌ای که میخواین تنظیمش کنین. یکی از خوبیاش اینه که خودش کاف داره، احتیاج نداره که شما در واقع به بالاتنه فکر کنین که چجوری باید چه لباسی از زیر بپوشین. این تاپ خیلی خوشگل و مناسب هستش، چه با شلواری که الان کتا اینجا مچ کرده یا همچین تیپایی بپوشید و خیلی خوبه با دامنه خیلی خوشگل کوتاه که ما خودمون اینجا تو کتای میبل داریم. هر کسی خواست تشریف بیاره و ما سعی میکنیم که براتون توی سوشال مدیا بذاریم، ولی واقعا عزیزان یه وقتایی در توانمون نیست. اما شما میتونید اینا رو با دامنه های کوتاه خیلی قشنگ در واقع ست بکنید، با شلوار جین مشکی، با شلوارای جین تو رنگ های که در واقع مچ باشه با این مشکی، معمولا همه رنگ ها میخوره. خیلی خوشگل خواهد بود. کفش پاشنه بلند یادتون نره. الان میخوام ازتون دعوت کنم به یک کتواک خیلی زیبا با کتایون زیبا. میریم با بلند. دومین لباس از این قسمت رو میخوایم با کی ام شاپ بریم جلو. یه کت خیلی خوشگل حریر شیشه‌ای هستش. این کت خیلی خیلی شکلش به قول معروف رویال، خیلی به نظر من قشنگه. سراستینش همه کار شده و یه از سادگی مطلق درش آورده، با یه کمر خیلی خوشگل که دیگه پهن هستش و شما به هر شکلی هر طرفی از بدنتون که دلتون بخواد میتونید اون رو گره بزنین. و اینکه خیلی مناسب هستش برای کسایی که میخوان از زیر کراپ تاپ بپوشن، لباسای ناف نما بپوشن، یا حالا اصلا اگه دلتون میخواد با تاپای خیلی ساده از زیر خوشگل خواهد شد، چه با شلوارک، چه با دامن کوتاه، چه با شلوار، با همه اینا عزیزان خیلی قشنگ خواهد بود. کتا اینجا دلش خواسته این لباس رو اینطوری استایل کنه که با پوتین و شلوارک بپوشه که به نظر منم خیلی قشنگه. شما میتونید این لباس رو در سایزهای 6, 8, 10, 12 همونطوری که گفتم 36, 38, 40, 42 در اینجا تهیه کنین. و در ضمن ما برای این دامن هم داریم که مچ خودش باشه، منتها میگم چون مدل ما ترجیح داده که به این شکل اونو مدلینگ کنه، ما در واقع اون رو الان نداریم که به شما خدمتتون نشونشون بدیم. حالا از همه شما عزیزان میخوام اگه موافقید با هم دیگه بریم این کتواک زیبا رو
با کتایون ببینیم، برمیگردیم ببینیم چی میشه. شکل بدن. دومین قسمتی که براتون باید در مورد شکل بدن توضیح بدم، یعنی دومین موردش، شکل گلابی هستش. سیبو گفتیم، حالا رسیم گلابی. به بچه میوه خوبی رو براتون گفتم. گلابی از کجا بدونیم که به این دسته متعلقیم یا نه؟ اونایی که شکل بدنشون شبیه گلابیه، بالا تنه باریکتری دارن، یعنی شونه هاشون کوچیک‌تره، و پایین تنه پهن‌تری دارن. خب نقاط قوت و نقاط ضعف این مدل از بدن، شکل بدن، نقاط قوتش کمر باریک هست و نقطه ضعفش تو کسانی که حتی یه ذره اورسایز باشن در قسمت باسن و رون دیده میشه و خیلی ها هستن که واقعا این مسئله اذیتشون میکنه تو لباس پوشیدن. اما عزیزان من بهتون بگم، هیچ ناراحت نباشین، الان ترند بازار این هستش و اینه که خیلی ها میرن جراحی میکنن، چقدر پول میدن برای اینکه در واقع کمر باریک و باسن جنیفر لوپزی داشته باشن. همه ما شنیدیم این قضیه رو که چقدر در واقع جنیفر لوپز از داشتن همچین خصوصیتی در بدنش در واقع خوشحاله و اونو بیمه کرده. حالا ما میخوایم در واقع در موردش این صحبت بکنیم که چجوری اون بالا تنه ای که خیلی باریکه همخونی پیدا کنه به با ابعاد در واقع باسن، یعنی اینجوری دیده بشه. نمیتونه همخونی پیدا کنه چون تو واقعیت این نیست، ولی ما میخوایم این شکلی نشونش بدیم که شباهتی به شکل بدن به شکل ساعت شنی بیاد. در واقع ساعت شنی یکی از ایدئال ترین و متعادل ترین شکل بدنه. پس ما میخوایم همه این بادی شیپ های دیگر رو نزدیک به این قضیه بکنیم. برای این کار باز هم مثل همون موردی رو که ما توی سیب داشتیم با افرادی با شکل بدنی به شکل سیب، اینجا هم همونطوریم. باید بالاتنه رو ما تا جایی که میتونیم پهن‌تر با وسعت بیشتر به تصویر بکشیم، یعنی به تماشا بذاریم، توجه بیننده رو به بالاتنه بکشیم به جایی که بیاد روی پایین تنه. چجوری؟ و این دلیل بشه که یک توازن، یک قوسی رو در واقع که چون توی گلابی این قوس به شکل واقعی وجود داره، این قوسه رو دیده بشه و ساعت شنی به تصویر کشیده بشه. حالا بخوایم با هم دیگه ببینیم چجوری با چه پوشیدن چه لباسایی و چجوری این کار کنیم. یکیش همینی که گفتم، یقه های هفته خیلی باز، آفته شلته، دکولته و لباسایی که کمرهای ما رو خیلی باریکتر و زیباتر به تصویر بکشن. در واقع کسی اگه میخواست مدل بشه برای اینکه لباس‌ها رو در واقع بپوشه، خیلی در واقع دیده میشد قشنگتر و زیباتر اگر توی بدنش برجستگی‌ها کم بود. یعنی یه استانداردی بود در حد جهانی که این مطلب رو طلب میکرد. کیم کارداشیان، جنیفر لوپز جزو کسایی هستن که بدنشون به شکل گلابیه، ولی بیشتر وقتا با لباسایی که میپوشن خودشون رو به شکل ساعت شنی نشون میدن و حضور کیم کارداشیان باعث شد خیلی چیزا در صنعت فشن تغییر کرد. الان دیگه خیلی ها هستن که واقعا به این قضیه توجه دارن که لباس باید حتما تو تن کسایی بره که شکل بدنشون به شکل ساعت شنی هستش و یک بدن پرفکت باشه. در واقع کیم کارداشیان کسی بود که این صنعت رو به دنیا معرفی کرد. برای اونایی که بدنشون به شکل گلابی هست، باید در واقع یه تشکر بزرگی از کیم کارداشیان بکنیم به خاطر این قضیه. بهتره که خاطرمون باشه لباس‌هایی که به رنگ روشن هستن همیشه باعث میشن که این دید رو ایجاد بکنن که
در واقع بزرگتر و پهن‌تر دیده میشن. پس یکی از نکته هایی که میتونه تو این شکل بدن به ما کمک کنه پوشیدن بالاتنه لباس ها به رنگ روشنه و درست برعکسش، چون ما پایین تنه رو میخوایم یه خورده در واقع متعادل تر کنیم تا به اندازه بالا تنمون بشه، باید بیایم از رنگ تیره درش استفاده کنیم. در واقع سعی بکنیم با کمرهایی که میبندیم یا لباسهایی که کمرهای خیلی تنگی دارن، برای کسایی که سایز پایین تری دارن خیلی کمک میکنه اینکه از بالا تنه لباسامون پف، تور، منجق، ملیله، دوزی، هر چیزی که توجه بیننده رو در واقع جلب کنه میتونیم استفاده کنیم. اگه قرار کت بپوشیم یادتون نره، یا حتی بلوزای خاص، حتی تاپای خاص یادتون نره. اپل چیزیه که خیلی کمک میکنه چون حجم میده به بالاتنه و آستینای پفی، اینا همه چیزایی هستن که باعث میشن که بالاتنه بزرگتر دیده بشه. یادتون باشه استایل کردن لباس حتی مهمتر از اینه که شما چه هزینه ای رو قراره برای لباس پرداخت بکنید، چون واقعا بعضی وقتا با کمترین هزینه شما میتونید بهترین شکلی رو که از بدنتون میتونید در واقع ببینید در آینه به تصویر بکشید. میکنم از پیرهن، اگه قراره پیرهنهای ماکسی استفاده بکنین حتما پیرهنهایی رو استفاده بکنین که در واقع تا سر زانو تنگ هستن و سر زانو به اون حالت کلاش پیدا میکنن. یادتون باشه اگه قراره میدی استفاده کنین، از سر زانو به بعد اگه چین داشته باشه توازن قوس رو به شما در بدن خواهد داد. و اینکه حتما خاطرتون باشه این رو عزیزان که لباسایی که میپوشین ما باید سعی بکنیم اون چیزایی رو که توش زیاد دیده میشه رو کم بکنیم، اون چیزایی که کم دیده میشن رو زیاد بکنیم. این توازن چیزیه که در همه در واقع بدن ها ما باید در نظر بگیریم، فرقی نداره تو کدوم دسته از شکل های بدنی باشیم، اینو حتما در نظر بگیریم. خب عزیزان، رسیدیم به قسمت بعدی برنامه که سومین لباس رو میخوام تقدیمتون کنم. این یه دونه شرت خیلی خیلی قشنگ هستش، در واقع من واقعا دوستش دارم، تو دو رنگ آبی و سبز هست و همونطوری که میبینین این پارچه پارچه حریر هستش و با خطوط سبزی که داره که به صورت عمودی هست باعث میشه که آدم حتی لاغرتر هم دیده بشه. یه یقه خیلی خوشگل داره که در واقع حالت وی هست، ولی وی خیلی خیلی بسته است که با دو تا مروارید به صورت سنجاق به هم دیگه وصل شده، یعنی یقه شما یقه بسته ای هستش. همونطوری که میبینین آستین این لباس یه خورده پفی تره، ولی سر آستیناش از در واقع دکمه هایی به شکل همین سنجاقکی که بالا تنه رو وصل کرده مروارید هستش و از پشتش بازه و با دوباره همجوری همون نگین ها پشت لباس هم هست. به صورت زبدری این لباس از بالا بسته شده، خودش با یک کراپ تاپ میاد. نگران این نباشین که باید از زیر چی بپوشین، خودش کراپ تاپ داره با سایزتون و لباس خیلی خوشگلی هستش. خیلی، یعنی که صادقانه بگم هنوز ندیدم اینشو و خیلی دوست داشتنی و راحت هستش. میتونید با جین تنتون کنید، میتونید با دامن، میتونید با در واقع جین آبی، مشکی و هر رنگی که دوست دارید، در واقع با شلوارهای تنگ، حتی با لگینگای خیلی خوبم میتونید، لگینگای مجلسی هم میتونید تنتون بکنید. با یک کفش پاشنه بلند جون میده برای اینکه یه نهار با دوستاتون بریم بیرون یا حالت یه خورده رسمی توی محل کارتون آماده بشین. برای اینکه شما عزیزان بدونین سایز بندیش 6 8 10
دوازده و اینکه در دو رنگ آبی و سبز، دوباره براتون میگم، همون سایز های 36, 38, 40, 42. مطمئنم که شما هم از داشتنش خیلی خیلی هپی خواهیم بود، خیلی خوشحال خواهیم بود، به خاطر اینکه بعضی وقتا آدم یه خریدی رو میکنه که برای همیشه میتونه ازش استفاده کنه و برای همیشه از پوشیدنش احساس خوبی بهش دست میده. این یه دونه از اون در واقع شرت ها هست. حالا از همتون میخوام که با من همراه بشین و یه کتواک خوشگل با کتایون تجربه کنید. کم کم داریم میرسیم به آخرین مرحله. آخرین لباسی که برای شما در نظر گرفتیم امروز یک کت خیلی خوشگله، حالت بین اسپورت، مدرن و کلاسیک، همه چی رو با هم داره. به دلیل اون دکمه های طلایی که روش کار شده یه خورده حس کلاسیک میده و کمر کرسدی بودنش همینطور، اما خب به دلیل اون راهروهایی که روش هست یه خورده هم حالت در واقع مدرن میده. خب حالا اگه بخوام یه خورده بیشتر از این کت بدونیم، اینه که این کت دو تا جیب داره از جلو که یه خورده حالت در واقع حالت چین نداره، ولی یه خورده حالت پافی تر به جلوش داده و همینطوری که میبینید خیلی لباس، یعنی کت به نظر من خیلی قشنگیه، با یه شلوار مشکی خوب، با شلوار جین، با شلوار رنگ سفید، جین سفید، با همه اینا خیلی خوب میشه، حتی با دامن خیلی خوب میشه. یه تکسچر خاصی توی جنس این کت هست که نمیدونم حالا حتما از نزدیک که ببینید متوجه میشید، و همینطور خطوطی که داره چون به صورت عمودی هست باعث میشه که یه خورده همچین باریکتر و کشیده تر هم دیده بشین. این کار خیلی خیلی قشنگ هست، از ترکیه، با قیمت خیلی خوب، و شما میتونین هر وقتی که بخواین سفارشش بدین و حتی میتونین بیاین و امتحانش کنین. این لباس تو سایز های 6, 8 و 12 هستش و همین یک رنگ رو داره. از شما میخوام با هم دیگه بریم و کتواک این لباس رو هم ببینیم.